با اجازه شما بریم و مهمان بعدی برنامه را به استودیو دعوت بکنیم، جناب خالدی صاحب. خالدی صاحب خوش آمدین. Now you have the leading. سلام خالدی صاحب گرامی، بسیار خوشحال هستم که شما تشریف آوردین. ممنون از شما هم که وقت گرانبهایتان را در اختیار ما گذاشتین و دعوت ما را پذیرفتین. سلام و خسته نباشید. تشکر محترم مرغله ملک زاده، همچنان از مهمان محترم شما جناب آقای بارگزی تشکر میکنم و سلام عرض میکنم. من صحبت های شما رو شنیدم، واقعا برای من بسیار پر معلومات بود، جالب بود، چون زمان من در وزارت پلان، وقت پلان 7 ساله داوودخان مدیر عمومی صنایع وزارت پلان بودم و از پروژه ها، از لیست پروژه هایی که در پلان 7 ساله موجود بود کاملا مطلع هستم و خوشحال هستم کار بعضی از پروژه ها به ثمر میرسد. بله تشکر. لطف میکنید. تشکر بسیار از لطفتان. من خوش هستم صحبت ها رو شنیدم. من به شما سلام احترام میرسانم، بر شما برنامه بسیار خوب میخوایم و من البته در پروژه برنامه باقی خواهد ماندم و ادامه صحبت شما مستفید خواهد شدم. بسیار خوشحال هستم بارگزی صاحب که شما ما را تا آخر برنامه همراهی میکنیم. یک الان تشکر از لطفتان. جناب خالدی صاحب، من سوال خدا از شما مطرح میکنم بدون زیای وقت که در ارتباط مذاکرات صلح دوحه و گمانه‌زنی هایی که به خاطر ایجاد یک حکومت موقت صورت گرفته بود و پس منظرش در اوضاع افغانستان، در حالی که شاجدافر سفارت آمریکا در کابل گفته که کشورش از طرح یک دولت موقت در افغانستان طرفداری نکرده، بلکه به گفته او نتایج مذاکرات صلح در دوحه و خود افغان‌ها بستگی دارند. آقای راز ویلسون روز چهارشنبه 24 جری در توییت تاکید کرد که امریکا به این باور است که نتیجه مذاکرات بین الافغانی باید انعکاس دهنده آرزو و خواستای مردم افغانستان باشد. او تاکید کرد که این توافق باید تضمین کند که افغانستان کشور مقتدر، متحد و با همسایش در صلح باقی بماند و دستاوردهای دوحه اخیر هم باید که حفظ شود. جناب خالدی صاحب، شما چی فکر میکنید؟ چقدر آمریکا با این گفته‌هاش صادق است؟ آیا واقعا آمریکا طرفدار حکومت موقت در افغانستان نیست؟ و اگر آمریکا به این گفته خود صادق نباشد، آیا کوشش‌ها برای ایجاد یک حکومت موقت، یک توطئه به مقصد تضعیف دولت و زدودن پایه‌های قانونی حکومت نیست؟ حقایق است که آثار می‌سازد که پاکستان به ویژه استخباراتش دلبسته از این مفکوره هستن. امکان داره که باز یک بار دیگه فیلشان یاد هندوستان کرده باشه و مثل سالهای 1992-93 بخواین که نظام و قوای مسلح را به فروپاشی و تشتت مواجه بکنند. قسمی که مجاهدین سر به کف در پاکستان، در برابر پاکستان در سال 1992 کار کرد. نظریات آلمانی شما را در این ارتباط میخواستم بپرسم. تشکر محترمه ملک زاده. البته نامخواه سوالای شما یک طیف وسیع را احتوا میکنه. مذاکرات دوحه قرار است با دور دومش آغاز شود، هیئت ها رفتن. بله. ما در دور اول دیدیم که 4 ماه در بر گرفت تا این دو هیئت بالای شکلیات کار توافق کنند. و شکلیات کار این بود که یا طرز العمل مذاکرات توافق کنند و او توافق هم بعد از مداخله کشور میزبان صورت گرفت و عبور به اجرای یک توافق کرد و طالبان مجبور شدن از تقاضای خود کوتاه بیایند و تقاضایی را که در ارتباط تفسیر مذاکرات از یک منبع فقه اسلام حنفی بود، این را سرش پافشاری بیشتر نکنند. بله. کوتاه بیایند. در ظرف 4 ماه بیشتر موضوع سر از این بود که طالبان نرفته بودن با هیئت دولت افغانستان مذاکره کنند. بله. و انوزم به فکر هستند که ما با هیئتی از گروه های متفاوت داخل افغانستان مذاکره میکنیم یا هیئت گروه های مجاهدین مذاکره. اگر چی هیئت افغانستان دولت هم همون چیز است، در حقیقت ترکیب است از امو تنظیم های مجاهدین، اما در اونجا اشخاص دیگه هم وجود دارن از که از دولت موجوده اشراف غنی نمایندگی میکنن. و تاکید طالبا بر این بود که دولت افغانستان مشروعیتش زیر سوال ببرن، چون تمام جنگی را که در افغانستان اجرا میکنن بر این اصل استوار است که در افغانستان دولت قانونی وجود نداره، این کشور اشغال شده است. بنابراین ما یک جهاد میکنیم که کشور از اشغال خلاص کنیم. در این حالت اینا چون جهاد میخوانند. در غیر از اون حتی به عنوان یک دولت ولو که ظالم، ولو که خلاف ایدئولوژی شما باشه قبول کنین، بر اساس احکام اسلامی شما نمیتونین بر ضد دولت برحال بغاوت کنین، ممنوع است در اسلام. بله. شما مجبور هستین که دولت قبول نکنین. اینا طالبان در این حالت قرار دارن، چون در طول 20 سال بالا همی پافشاری میکنن که این دولتی وجود نداره، به خاطر از اینکه بتونن جهاد خود توجیه کنن این کشورش. اما با خروج امریکا که حال فعلا قواش در افغانستان به 2500 نفر تقلیل یافته، همین به 2500 نفر تقلیل یافته سرباز، و با امضای تعهدنامه یا توافقنامه دوحه در 29 ماه فوریه سال گذشته در حقیقت عملا جنگ طالبان با اشغالگرایی که با خودشان میگن ختم شده. بله. دلیل از لحاظ عقلانی وجود نداره، دلیل برای توجیه جنگ وجود نداره. اما طالبان به خاطر رفته بودن در مذاکرات و تاکید بری داشتن که تنها کاری که هیئت جانب مقابل وظیفه‌ای که داره بر اساس توافقنامه بین امریکا و طالبان است که شرایط تسلیمی دولت افغانستان به طالبان مذاکره کنند. بله. صلح نبود. به نظر طالبان تنها کاری که طرف مقابل میکنه بگه که ما چگونه این دولت برای شما تسلیم میکنیم، این شرایط میره مذاکره. اما به می خاطر یا جنگ تشدید کردن در داخل افغانستان، جنگ تشدید کردن و کوشش کردن که با گرفتن و البته واضح است که در عقب از او پاکستان با تمام قوای خود موجود است، سازمان استخبارات نظامی پاکستان و در اردوی پاکستان در پشت از یاس و استراتژی از یار استراتژیشان در زمینه نظامی و در زمینه سیاسی تنظیم میکنن. و کوشش کردن که از طریق جنگ بعض شهرها را اشغال کنن و فشار بیارن، مجبور یعنی با تشدید جنگ امتیازات بگیرن. بله. و متاسفانه در هیئت امریکایی که بر اساس از او خلیلزاد قرار داره در طول طول 3 سال گذشته که با طالبان در مذاکره هستن، در هر زمانی که به بنبست رسیده مسائلشان مذاکراتشان با طالبان و کرنش کردن و امتیاز دادن به طالبان و این سبب شده که طالبان جریتر و جریتر شوند. متاسفانه ما دیدیم که در موضوع آزادی 5000 زندانی بدون توافق دولت افغانستان این پافشاری وجود داشت و این پافشاری امریکا تایید کرد. در عین زمان طالبان کوشش کردن در میدان جنگ پیروز شوند، پیروز نشدن، هیچ شهر را گرفتن نتانستن. قوای امنیتی افغانستان بدون حمایت قوای امریکایی تانستن از مواضع خود دفاع کنند. این سبب شد که طالبان تغییر استراتژی بدن تغییر استراتژی است که طالبان شروع کردن به اهداف سافت تارگت ها را هدف قرار دادن، به ترور اشخاص بپردازن، به انفجار بم در مناطق غیر نظامی بپردازن، رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند تا مردم از دولت ناراض شوند و این بالای دولت فشار بیارن که دولت پس شود چون نمیتونه که این امنیت تأمین کنه. بله. با در این کار گروه های تنظیم های جهادی بسیار با طالبان یا مستقیم یا غیر مستقیم بسیار همکاری کرد. هر بار که رخ داد دولت زیر فشار قرار گرفت، دولت زیر حمله قرار گرفت، دولت مشروعیتش مورد سوال بردن، موجودیتش زیر سوال بردن و تقاضای حکومت معقد کردن و این آمدش. و سفرهای خلیلزاد به پاکستان پیهم مذاکرات از او با قماندان کل قوای پاکستان این نشان داد که کلید حل امریکا در کجا میبینه، خلیلزاد در کجا میبینه این کلید حل این موضوع را. سخنهای افراسیاب خطک رهبر حزب عوامی پاکستان اهمیت داره که به میتازگی دو هفته پیش در پارلمان پاکستان گفت که ما در کنگرس پاکستان، در پارلمان پاکستان، دولت پاکستان، مردم پاکستان هیچ اطلاع ندارند که چی میگذره در صحنه روابط سیاسی یا موضوع جنگ و سال در افغانستان. این در پشت پرده از طریق اردوی پاکستان عملی میشه و بخش ملکی دولت پاکستان کاملا ناآگاه از این موضوع. به می خاطر خلیلزاد که میره مستقیم با کماندان کل قوای امریکایی صحبت. بله. این ساعت که کلیدی حل این موضوع پیش اردوی پاکستان. خب ما تلاش‌های خلیلزاد با توجهگیری تلاش‌های خلیلزاد ما دیدیم که در افغانستان فشار بالای دولت بیشتر شد و گروه‌های جهادی تقاضای حکومت موقت بیشتر ساختند. این تصادفی نیست. رفتن خلیلزاد به کابل و صحبت با رهبران جهادی امی چیزا اوزه ها را بلندتر بیشتر ساخت و به حق بیشتر بی دلیل نبود که رئیس جمهور اشرافغانی حاضر نشد با خلیلزاد مذاکره کنه، اگرچه مشاورین نزدیک از او با خلیلزاد صحبت کردن اما خودش صحبت نکرد با خلیلزاد. ولی او میدید که خلیلزاد عملا میخواهد دولت مشروع افغانستان، دولت قانونی افغانستان را سرنگون کنه و دولت موقت ایجاد کنه. دولت یا حکومت موقت دیدیم که بخصوص بعد از اینکه شورای عالی مصالحه ملی افتتاح شد و رهبرای جهادی دوجد باز دور هم جمع شدن این شدت بیشتری و از عبدالله حتی پیشنهاد کردن که او باید رئیس حکومت موقت این کار قدرت برسید. به این معنی که این گروه های تنظیم های جهادی در 4 انتخابات گذشته در افغانستان شکست خوردن، از صحنه سیاسی باید خارج می شدن اما یا در صحنه سیاسی از طرف مردم طرد شدن اما یا چون نمیخواهند از موقف های ممتاز خود در دولت کنار زده شوند و میترسند که مردم افغانستان یک روز از یا بازجویی خود کرد، بازخواست خود کرد، سرمایه های بادآوردی از یا مورد سوال قرار خود بود، دستوردهایی که صورت گرفته یا به شکلی از اشکال با تقلبی خواندن پیهم انتخابات هر 4 خصوص 3 انتخابات بعدی اخیر ای عبدالله را پیش انداختن و از طریق از او دوباره خود در موقف خود در دولت تثبیت کرده و با وجودی که 50% قدرت در دولت افغانستان دارن اما با 50% قدرت راضی نیستن. حالا میخواین 100% قدرت در اختیار بگیرن از طریق ایجاد یک حکومت موقت تا در مذاکرات صلح بتانن به یک معامله دست بزنن و برای این تنظیم‌های جهادی آینده افغانستان، آینده دموکراسی در افغانستان، دولت قانون در افغانستان، این گپایی متن است. و نه به حکومت قانون اعتقاد دارن، نه به دموکراسی اعتقاد دارن، نه به پیشرفت و انکشاف. فقط برای از منافع شخصی خودشان مهم است، منافع گروهی خودشان مهم است، منافع سمتیشان مهم است. به می خاطر و کوشش در این دارن که بتانن یک معامله را انجام بدن در طالبان که در اون معامله یه موقف یا حفظ باشه و این خلیلزاد تشویق میکنه. این موقف خلیلزاد میخواد چون خلیلزاد شخصا منافع شخصی داره. در پیش حمدالله محب این موضوع را یاد کرد و این مورد انتقاد قرار گرفت از طرف بسیار مردم، ولی واقعیت است که خلیلزاد منافع شخصی داره. حتی گفته میشه که پسر از او در مناسبات تجارتی با طالبان در توافق‌های صورت گرفته برای استفاده از منابع معدنی افغانستان از طریق شرکت‌هایی که ایجاد کردن و از طریق کمک پاکستان. این مسائل مطرح. خب شما همچنان به موضوع موقف حکومت امریکا اشاره کردید. ما در این مرحله امروز در استرالیا 20 جنوری است. البته برای شما هنوز 19 است، در امریکا هنوز 19 است. برای امریکا فردا مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهور جدید جو بایدن است. بنابراین اگر موقف امریکا میگیریم اینجا باید کمی محتاط باشیم، چون تا صحبت ما سرازی بود واقعی بود که ما موقف خلیلزاد موقف دولت امریکا محسوب میکرد و از این بعد این موضوع به این قسم نخواهد. ما از خود دولت جوی بایدن تیم انتخاباتی از او چیز مفصلی در مورد پالیسی های آیدهشان در مورد افغانستان تا حال اعلان نشده و یا توضیح داده نشده. اما کسایی را که جو بایدن بحیث کسی را که بحیث وزیر دفاع معرفی کرده، کسی را که بحیث وزیر خارجه معرفی کرده، کسی که بحیث مشاور امنیت ملی خود معرفی کرده، ناموشن بطور میگیرم، کسی را که بحیث وزیر خارجه معرفی کرده تونی بلنکن و کسی را که به وزیر کاندید وزارت دفاع کرده به نام لوید آستن و کسی را که بحیث مشاور امنیت ملی خود معرفی کرده او چیز هست سولیوان هست، جیک سولیوان است که این اشخاص در مورد مسائل افغانستان از تجربه بسیار وسیع برخوردار هستند. بنابراین این اشخاص با چشم و گوش باز با موضوع افغانستان برخورد میکنند و اخیراً یک تیم 5 نفره از سفرای سابق امریکا در افغانستان، 5 نفر از سفیرای یا اسکی یا کسایی که اینجا سفیر، 3 نفر دیگه سفیر بوده کابل، 2 نفر دیگه که شارژافیر بوده کابل و یکیشون نماینده خاص در افغانستان. یک پیپر نوشته کردن که به جو بایدن مشوره میدن که چگونه پالیسی خود در مورد افغانستان عیار کنه که با موفقیت رو چیزی که نشته میکنن مهم است برای دیگه با ارتباط نزدیک با تیم جو بایدن، با خصوص زمانی که بحث معاون رئیس جمهور در زمان باراک اوباما بود. بله برای جو بایدن چیز مشوره میدن که شما دو نوع استراتژی را در نظر بگیرید، یک استراتژی کوتاه مدت و یک استراتژی طویل مدت هست. استراتژی کوتاه مدت به این معنی که شما از مذاکرات صلح دوحه حمایت کنید و در عین زمان به طالبان تفهیم کنید که دیگه هیچ گونه کاهش در نیروی نظامی در افغانستان صورت نخواهد گرفت مگر ای که ما قانع شویم، یعنی امریکا قانع شود که طالبان تعهدات خود در توافقنامه سال با امریکا ایفا کرده کوچی تقلیل تشنجات در افغانستان بود، حمله نکردن با بالای قوای امریکایی در افغانستان بود و کوشش جدی برای مذاکره برای امر صلح. این سه موضوع را باید تیم جوی بایدن در نظر گرفته و طالبا این را گفتن با مذاکرات خصوصی که با طالبا باید انجام بدین در دوحه، این باید به طالبان تفهیم شود که ما تا این موضوع را ثابت نکنیم ما دیگه هیچ از کنار خود از افغانستان خارج نمی‌کنیم. و گفت این فرصت داده میشه که در او امریکا باید استراتژی طویل مدت خود در مورد افغانستان تنظیم کنه یا تیم بایدن استراتژی طویل مدت در مورد افغانستان و تنظیم استراتژی طویل مدت بستگی به این داره که یک ارزیابی دقیق صورت بگیره بین که در او منافع امریکا در آسیای جنوب مورد ارزیابی قرار بگیره که چگونه منافع امریکا در آسیای جنوبی تامین شده میتونه که او آیا او هماهنگی داره با سال در افغانستان، چگونه سال در افغانستان او هماهنگی داره. برای کار باید یک انتر ایجنسی و میگن انتر ایجنسی ریویو صورت. انتر ایجنسی ریویو به این معنی که نماینده‌های وزارت دفاع، وزارت خارجه امریکا، CIA و وزارت خزانه داری امریکا دیگه اداراتی که به ارتباط افغانستان فعال هستند یا یک ارزیابی کنند از اوضاع افغانستان و راپور خود برای رئیس جمهور تازه پیش کنند و پیشنهادات خود تقدیم کنند که بر اساس از او یک استراتژی طویل مدت در افغانستان برای افغانستان تنظیم شود. و مشوره میتن به جو بایدن که شما در این ریویو در این ارزیابی شرایط افغانستان، جنگ و سال در افغانستان باید هم با دوستای ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای دوست مانند استرالیا و غیره این چیز بگیرید، مشوره کنید، یعنی با هماهنگ بسازیم استراتژی آدیش خود با نظریات دوستای خارجی خود و هم پیمانای خارجی خود هم ایره عیار بسازیم. این پیشنهادایی که برای جوی بایدن شده من ایره بر شما میخوانم برای آینده افغانستان بسیار مهم است. بله. از این پیشنهادایی که صورت گرفته ایست که اول جو بایدن یا دولت نو باید مطمئن شود که سال در افغانستان به مفهوم تسلیمی دولت افغانستان به طالبان نباشه. بله. و برای این کار از پیروزی طالبان در میدان جنگ باید به هر قیمتی خود چیز شود، جلوگیری شود. بله. بر افغانستان این نکته بسیار مهم است. بله. که چون این چیز را دولت ترامپ و خلیلزاد چیز نمی کردن. ادامه نمیدن. و همچنان این گفته میشه که جو بایدن دولت تازه به دولت افغانستان اشرف غنی و همکارای زود در دولت افغانستان تاکید کنه که ما کمک‌های امریکایی، کمک‌های اقتصادی و نظامی یک لایسنس نیست، اجازه نیست برای ازی که و هر چی که دلشان میخواین، هر سیاستی که دلشان میخواین در افغانستان رو تطبیق کنن، بلکه این به خاطر عزیز که دولت باید راه‌های ابتکاری را برای تامین صلح پیدا کنه. ما با اجازه شما میگه یک سوال در ذهنم فرو کرد که پسان ممکن است فراموش کنم. این دو نکته را که شما لطف کردین یادآوری کردین، این دو نکته را که مشاورین برای جو بایدن مشوره دادن، نکته اول و نکته دوم، در حال کدام از عکس العمل خلیلزاد در این جریان میبینه که همین دو نکته اول خود خلیلزاد نقص کرده، خودش دو دسته میخواست حکومت برای طالبان تقدیم بکنه. آیا خلیلزاد رئیس نماینده امریکا اینقدر صلاحیت داره که مخالف تمام پرنسیپ ها و تمام مشوره های دولت امریکا مانع بکنه؟ آیا این اجازه و صلاحیت و آزادی برش داده میشه؟ آیا این جوابگو در برابر امریکا نیستی که مطلق به این مسائل از امریکا و باعث یک طبیع امریکایی عمل میکنه؟ بله بله، من عرض کردم پیشتر که یکی از رکمندیشن ها یا پیشنهادات که به تیم جوی بایدن شده همیست که اشتباه دولت ترامپ تکرار نکنن و اشتباه دولت ترامپ که در حقیقت خلیلزاد منظوری است بدونی که اسم از خلیل این بود که در هر زمانی که مشکل پیدا میشه این کرنش میکرد در مقابل طالبا و میدان میداد و به امتیاز میداد. ما سر از فردا بین دولت امریکا و خلیلزاد باید فرق کنیم. سر از فردا بعد از که دولت تازه اعلام میشه خلیلزاد او دست باز در سیاست امریکا نداره. بله. سیاست های دولت جدید امریکا ما امیدوار هستم با این پیشنهادهایی که برای جوی بایدن شده با این زیادتر هماهنگ باشد تا نظریات خلیلزاد. در این پیشنهادهایی که برای جوی بایدن شده او هرگز هیچ وقت از حکومت موقت صحبت نشده، هیچ وقت، بلکه بر این تاکید شده که با دولت امریکا بالای امی سخنهای به شازافیر امریکا یا نماینده امریکا در افغانستان امی انعکاس میده که در اون که بالای ادامه حکومت مشروع متکی به قانون اساسی در افغانستان تاکید باید صورت بگیره. بله بله بله. حتی در نتیجه مذاکرات صلح وقتی که خلیلزاد با طالبا از ایجاد حکومت اسلامی جدید صحبت میکنه ولی در مقابل از او این پیشنهاداتی که برای جوی بایدن شده است که باید دولت امریکا با بالای طالبا این را تفهیم کنه که حکومت امریکا از تنها از یک دولت آینده متکی به قانون اساسی که در اون قانون اساسی حقوق اساسی مردم حفظ شود، بخصوص حقوق زنان، در نهادهای دموکراسی موجود باشه حمایت می. یعنی یک نمیخواه دولت امریکا حکومت بسپارن به طالبا که هر چی دلشان میخواه هر نوع نظام را که میخواه ایجاد کنه. خب یکی دیگه از مسائلی بود که مطرح شده. موضوع دیگه ایست که خب من عرض کردم استراتژی کوتاه مدت و طولانی مدت همچنان میگه که تیم بایدن باید همونطور فشار را بالای طالبان میاره و تقاضاهایی را از طالبان میکنه، همونطور فشار را باید حکومت پاکستان وارد کنه و هم کمک های خود تبادلات نظامی خود و اقتصادی خود با پاکستان مشروط بسازه به نقش سازنده، ایفای یک نقش سازنده از طرف دولت پاکستان مذاکرات صلح، به این معنی که بالای طالبا باید پاکستان فشار بیاره که با جدی در مذاکرات اشتراک کنه برای رسیدن به یک حل سیاسی. یعنی این نیست که زیادتر وقت ضایع شود، به این معنی که بالای تقاضاهای پافشاری شود که جای عملی را نداره. بله. این موضوع مطرح شده و دیگه چیزی را که پیشنهاد میکنن به هیئت تیم جوی بایدن ایسته که قبول میکنن که دو طرف موضع جدا هستند، دارن موضوعات بسیار افراطی دارن، برای حصول توافق باید یک هیئت میانجی در این زمینه موجود باشه و دولت امریکا باید بالای هر دو طرف قبول بقبولانه که موجودیت یک تیم میانجی اهمیت بسیار مهم داره و این را میخوایم دید کنم که در 4 ماه گذشته که مذاکرات شروع شده ما در شورای همبستگی افغانای خارج از کشور این ضرورت درک کرده بودیم و این ما به صورت یک شرط مطرح کردیم، پیشنهادات مشخص مطرح کردیم و این پیشنهادات مشخص خود به تمام مراجع ارسال کردیم، از جمله دولت افغانستان، هیئت طالبا، دولت امریکا مستقیما قصر سفید، به تیم جوی بایدن ما به تیم انتخاباتیش ارسال کردیم این پیشنهاد داره که این موجودیت یک تیم مذاکراتی، یک تیم بی‌طرف میانجی ضروری است و حتی ما از تمام نیروهای وطن پرستی که در اروپا و آمریکا و حتی داخل افغانستان موجود است، ما دعوت کردیم که همراه ما همکاری کنند و یک تیم 21 نفره انتخاب شد که در اونجا نماینده‌های احزاب، نماینده‌های سازمان‌های اجتماعی و مدنی و فرهنگی‌ها و چهره‌های با نفوذ ملی مقیم اروپا، آمریکا و حتی افغانستان شامل هستند و این چهره ما معرفی کردیم. با این تیم به دولت قطر معرفی کردیم، به دولت‌های مشابه مانند اندونزیا که و همچنان ازبکستان که در این موضوع دخیل هستند معرفی کردیم. با فشاری کردیم که باید ما این قادر هستیم این میانجیگری را انجام بدیم برای رسیدن به یک توافق سیاسی. بله. این موضوع هم در پیشنهادهایی که به جویبازن شده موجود دارد. عکس العمل دوحه در ارتباط پیشنهادات شما چی بود؟ آیا مثبت بود یا نپذیرفتن یا به چی شکل؟ این پیشنهادات آخری را که شورای سراسری مهاجرین داشت. برای ما از دولت قطر کلام جواب نرسیده که و تاکید میکنه یا نمیکنن، اما دولت استرالیا یک به هدایت وزیر خارجه استرالیا بر ما یک نامی آمد که او موقف ما را تایید کرده بودند و همچنان بعض دوستان ما در اروپا که با وزرای خارجه و مقامات وزارت‌های خارجه شورای ساکن خود صحبت کرده بودند، تشویق‌های در قسمت وجود داشت. بله. خب این بود موقف دولت آینده امریکا در قبال افغانستان در قبال سال افغانستان. بله. بالاخره ما نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که حدود سال در افغانستان آل بسیار مشخص شده. در افغانستان مردم صلح میخواهند، هیچ شکی وجود ندارد. میخواهند اشتباهات کنفرانس بن جبران شود که در او طالبان را در نظر به نیروی سیاسی در نظر نگرفتند. دولت افغانستان امریکا و متحدینش بسته داد به تنظیم‌های جهادی. بله. و این کامت کرده یا به رأسشان این فقط به خاطر یک کمپرومایز بود، یا فقط یک فیگورهد بود، یک چهره‌ای که در رأس قرار داشته باشه، ولی در حقیقت قدرت در یک مرحله بود که وزیر خارجه عبدالله بود، وزیر دفاع فهیم بود و یک وزیر داخلان قانونی بود و رئیس جمهور هم کرده. خب قدرت همش به اتحاد شمال به اسرائیل انتقال شد و خلیلزاد تا امروز از اون فرمول چیز میکنه، کار میگرفت. ولی این مردم افغانستان عملا نشان دادن که این فرمول قابل قبول نیست، این فرمول باید دیگه تعقیب نشه، باید به نظر اکثریت خاموش جامعه افغانستان احترام گذاشته شد در انتخابات. شما دیدین سیاف چه قرعه بود در این انتخابات، شما دیدین که گلبدین حکمتیار چه قرعه بود، حتی دیگاهش در اسماعیل خان و دیگه این مردم بیار قبول نداره. بنابراین در چیزی که مردم افغانستان میخواه است که بعد طالبا باید یک نیروی سیاسی باید قبول شود و این قبول دارن که در دولت افغانستان سعیم باشن، اما در این زمان این سالها این ادغام طالبا در دولت افغانستان یا دولت جدیدی که تشکیل میشه به همکاری طالبا و مفهوم تسلیمی افغانستان به طالبا نباید باشه، به مفهوم چیزی که در میدانهای جنگ طالبا به دست آوردن اساسا نباید از طریق مذاکره صلح به دست بیارن و او اشغال کامل افغانستان است. من یک سوال دارم دمی بخش جناب خالدی صاحب، چرا از این سه اصل عمده که آمریکا در جریان مذاکرات در نظر گرفت یک اصلشی بود که تخفیف تشدد یا جنگ باشد، چرا به قطع جنگ اینا هیچ وقت تاکید نکردن؟ فقط خواستن که جنگ باشه ولی کم. این سوال ایجاد میکنه که اگر شما میخواین به طرف صلح برین، اگر میخواین که واقعا افغانستان دیگه در صلح بیاید، چرا شما یکی و خلاص نمیگین که قطع جنگ میخواین؟ تخفیف جنگ چی مانا؟ یعنی جنگ باشه ولی کم. بله اصلا روی خط جنگ تاکید نمیکنن. بله طالبا میفهمن که اگر جنگ ختم کنن دیگه هیچ لیوریج یا هیچ دستی در افغانستان ندارن که بالای از او یا بالای دولت افغانستان فشار بیارن و چی از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی هیچ برنامه‌ای ندارن. ما هیچ چیز از طالبا نخواندیم. من آرزو دارم که بخوانم که و پروگراماشان در قسمت انکشاف اقتصادی چیست، در قسمت مسائل اجتماعی چیست، در قسمت عدالت اجتماعی در افغانستان چیست، در مسائل دیگه، مسائل امروزی مطرح هست در افغانستان چیست. ولی بنابراین و فقط سر یک چیز تاکید میکنن. بر از او تنها اگر فکر میکنن اگر جنگ نباشد دولت مستحکم میشه، دولت در اطراف اکناف افغانستان موازی خود مستحکم میسازد و یا دیگه مجبور هستند که از موازی افراطی خود پایین بیاید. برداشت طالبایی بود که با جنگ، با موجودیت جنگ، با ادامه جنگ میتونن امی فشار بالای دولت وارد کنن و این البته پاکستان خوبتر میفهمد، دولت مقامات نظامی پاکستان و حتی دولت امریکا این خوبتر میفهمد که بدون موجودیت فشار و جنگ نمیتونن کدام امتیازی کسب کنن، چون هیچ برنامه دیگه موجود نیست. سوال من دقیقا جناب خالدی صاحب، سوال من دقیقا در این نقطه است. این سه نقطه را امریکا پیشنهاد کرده در جریان مذاکرات صلح که تخفیف جنگ. مقصد نیست که زمان که امریکا نمیخواد از حد جنگ صحبت بکنه و جنگ میخواد تخفیف بده، این خودش براعت دادن برای یا دست بلند برای طالبان است. اگر امریکا بگه که به صورت مکمل قطع جنگ، دیگه به اصطلاح طالبان دیگه ختم هستند. آدم میبینه که به یک شکل از اشکال خود امریکا برای زنده نگه داشتن طالبان در تلاش هستند. همین که همیشه از تخفیف جنگ صحبت میشه، نه از قطع جنگ. خودش طالبا رو بسیار میگه. شما فکر نمی کنین طالبا مجبوریت ندارن نظریات امریکا رو قبول کنن؟ یک دو سال طول کشید که با متفقنامه رو با امریکا نهایی بسازن. به اصطلاح طالبا حتی داخل کردن همین جمله که تخفیف جنگ برشان یک امتیاز بزرگ بود به امریکا دادن. طالبا هیچ نیاز ندارن که کرنش کنند در مقابل امریکا و این هدایت پاکستان هم به طالبا همیست که نباید در مقابل امریکا کوتاه بیایند. شما یک چیز را توجه کنین، بسیاری ها مردم فکر میکنن که طالبا هر چیزی که امریکا بخواه همون میشه در مقابل. نه خیر، امریکا در 20 سال نتوانست بالای طالبا نفوذ لازم انجام بده، از این بازم نمیتونه. خیلی از طالبا کی دفاع میکنند؟ خالدی صاحب، حال زمانی که شما از امریکا صحبت میکنیم، از یک قدرت بزرگ دنیا صحبت میکنیم، مثلا قدرت نداره در افغانستان. در افغانستان امریکا در افغانستان 120,000 سرباز داشت، چی کرد؟ 120,000 سرباز، هیچ چیز نکرده نتانست. آیا تانست جنگ ختم کنه؟ آیا تانست طالبا رو شکست بده؟ بسیاری مردم تصورات ناقص از قدرت امریکا و چگونگی اعمال قدرت دارند در جهان و فکر میکنن کسی که بم اتمی داره، طرای B-52 داره، هر کار کرده میتونه، هر کار کرده نمیتونه. جنگ گوریلایی ما ویتنام دیدیم، جنگ گوریلایی، جنگ پاکستانی با جنگ جبهه‌ای زمین تا آسمان تفاوت داره. همونطور که ویتنام قادر شد امریکا شکست بده، همونطور طالبان فکر میکنن که قادر شدن امریکا رو شکست دادن. و خب نمیگن که ما چی میگن که ما امریکا رو شکست دادیم. شما در هر جا میبینید تبلیغات طالبان بمی استوار و تمام مطبوعات پاکستان امیر نقاره زده میدن، طالبا پاکستانش امریکا رو شکست دادن. و تمام حتی مبصرین در هند، در اندونزیا، در مالزیا، همه بالا کشورهای عربی یک برعلاوه کشورهای عربی اینه تاکید میکنن که طالبا تانستن که امریکا رو شکست بدن. شما یک مطلب به خاطر داشته باشید، سال گذشته به اساس تخمین‌های خود وزارت خزانه‌داری امریکا، به اساس تخمین‌هایی که تیمی را که خود امریکایی‌ها موظف ساختن، کنگرس امریکا موظف ساخت که بالای وضع مالی طالبا تحقیق کنند، سال گذشته طالبا 1.5 میلیارد دلار عاید داشتن از افغانستان. 1.5 میلیارد دلار یه عاید از مالیات غیر مستقیم گرفته میشد، بالای دکاندارا، بالای تاجرا، این از طریق فروش مواد مخدر صورت میگرفت، قاچاق، هم فروش و هم قاچاقش مواد مخدر است. این از طریق استخراج و فروش مواد معدنی صورت میگرفت. شما فکر کنین که طالبا، شما در بدخشان یک پاکستان چند طالبا چند چیز دارن، شورا دارن که افغانستان سیاست‌های خود از طریق حزب‌ها اعمال میکنن. شورای کویت است که دفتر مرکزی است، شورای وزیرستان است که در او حقانی گروپاش است، شورای غرب است که در او یک کسی از برنامه اسماعیل در فرا و اینجاست، و یک شوراست در شمال، شورای شمال معروف است، در بدخشان فعالیت میکنه. این شورای بدخشان تمام منابع معدنی که در اونجا وجود داره از این سوء استفاده میکنه. در همچنین این شوراهایی که در دیگه جای قرار دارن این فعالیت های اقتصادی را هم یا کنترل میکنن، تجارت یا کنترل میکنن. و تانستن 1.5 میلیارد دلار کمک، همچنین در این کمک هایی که از سعودی برشان میرسه، از امارات میرسه. در روزهای جمعه در هر مسجد در سعودی چادرها مفته، مردم پیسه میندازن کمک برای طالبان، در حالی که سعودی خودش یکی از متحدین آمریکاست. و آیا آمریکا نمیدونه که بالای عربستان اگر واقعا آمریکا بخواهد که تضعیف بکنه طالبان را و به یک شکل از اشکال صلح در افغانستان بیاید، آیا از طریق فشار آوردن بالای سعودی که بهترین مناسبات با آمریکا داره نمیتونه که این کارو بکنه که از کنه برای سعودی منافعش فرق میکنه با منافع آمریکا در افغانستان. منافع سعودی، شما وقتی که طالبان دولت داشتن در افغانستان از سال 1996 تا 2001 تنها کشورهایی که به رسمیت شناخت سعودی بود، پاکستان بود، متحده عرب بود. در این زمان‌ها دوستای نزدیک امریکا هم بودن. بله. هر که این کشورها در منافع منطقوی و خود منافع خود استراتژی‌های سیاسیشان، نظامیشان متکی به منافع کشورهای خودشان است. طبعاً بله. وقت برای امریکا در اونجا نمیگذارن که امریکا چی میخواهد، و امریکا کدام چیز هم ندارن بالایشان، آله فشاری هم ندارن که بالای سعودی فشار بره که تو در افغانستان این کار نکن. شما اشرف غنی چندین سفر به عربستان کرد بعد از اینکه رئیس جمهور شد. هر بار به بسیار احترام از طرف مقامات سعودی چیز شد، استقبال شد. برای چی؟ برای اینکه او متوجه بود که سعودی یک منبع بزرگ حمایت از طالبان است. بعد از پاکستان سعودی از حامی‌های بزرگ طالبان، همچنان که سعودی حامی گروه‌های تروریستی دیگه در سوریه و دیگه کشورها است و در یمن است و دیگه کشورها است. بنابراین این حمایت، جلب حمایت و تغییر نظر سعودی ها در مورد افغانستان اهمیت بسیار اساسی دارد. از این خاطر حکومت تازه جوی بایدن از همه این مسائل آگاه و قسم عرض کردم و منتظر هستند که اما بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید افغانستان یک کشور متکی به قانون اساسی، یک نظام متکی به قانون اساسی در اینجا موجود باید، و این نظام متکی به قانون اساسی در این طالبان نقش خود ببینند. اما موضوع اساسی است که طالبان تا حال نتوانستند از یک نیروی ایدئولوژیک مذهبی افراطی سلفی تبدیل شوند به یک نیروی سیاسی. بله. با هنوز به یک نیروی سیاسی مبدل نشدن. نیروی ما در پاکستان دیدیم که دولت پاکستان به سادگی تانست تحریک طالبای پاکستان شکست بده. در اگزامپل تحریک طالبای پاکستان بسیار بلندپروازی میکرد، بسیار جای را میگرفت، حملات مختلف چرا حال نیست. برای پاکستان تانست از لازم نظامی تحریک طالبای پاکستان شکست بده. و کسایی که در پاکستان در سیاست اشتغال دارن از لازم احزاب اسلامگرایی یا از ایدئولوژی نظامی را ایدئولوژی اسلامگرایی را ارتقا کردن به احزاب سیاسی امروزی مبدل شدن. یعنی ضروریات نیاز زندگی در جوامع امروزی قرن 21 قبول کردن. تفاوت میان یک حزب اسلامگرای مکتبی مثل گلبدین حکمتیار، مثل جمعیت اسلامی و طالبان در امیست. گروه های اسلامگرای مکتبی با ظواهر تمدن امروزی جامعه مخالف نیستند، او را میبینن قبول دارن که چون واقعیت عینی است و کارشان ایست که با مردم بگن که در کجای مذهب، در کجای قرآن تایید شده است. یعنی برای مظاهر تمدن و تکنولوژی و معاصر پیدا میکنن، میرن که فتواهای مذهبی پیدا کنن، او را قبول کنن. اما طالبا در اون مرحله قرار ندارن. طالبا با اون سلفیگری خود، ایدئولوژی جوامع زراعتی دهقانی قرون اولیه اسلام در مو محدوده بند هستن، مانند داعشی ها که در سوریه و عراق دیدیم که به نظر از او حتی تعال بردگی باید از بین نره، چون در اسلام او از بین نرفته، یعنی گفته نشده که ختم. این به اختیار اشخاص است که بتانن بردای خود آزاد کنن، کار نیک میکنن، اما فتوای عمومی وجود نداره. حتی یعنی ما دیدیم که دخترها را زنها را در داعشی ها در سوریه و عراق باعث غلام گرفتن، از او استفاده کردن. بنابراین طالبا متاسفانه تا حال از سطح ایدئولوژیک به سطح سیاسی نیروی سیاسی مبدل نشدن به هیچ وجه. بله، مشکل امیست، چون در مذاکرات سیاسی، در مذاکرات نظام باید با یک سیاستمدار شما صحبت کنید که او چگونه این دو سیاستمدار بشینه و راه وسط پیدا کنه که او در شرایط امروزی جهان قابل تطبیق باشه. اینمی ظرفیت متاسفانه من نمیبینم در طالبان. تا حال این بروز نکرده، این ظرفیت در هیچ موضوعی و تا حال نشان ندادن کمی قابلیت دارن که از شرایط امروزی جهان قبول کنن. از موبایل فون استفاده میکنن بدون ای که تکنولوژی از را قبول داشته باشن، چیزی که در عقب قرار داره او را بتانن قبول کنن. دیگه عرضم ایسته که ما یعنی در یک سال در افغانستان تنها در زمان عملی است که ما شرایط امروزی جهان قبول کنیم که ما در این شرایط امروزی مردم افغانستان دیگه یک امارت اسلامی را به شکلی در 1996 و 2000 قرار داشت هرگز قبول نمیکنیم. ما نمیتونیم عقب بریم و در اونجا تنها به حکم علمای جهید که طالبان میگن شورای علمای جهید باشه، یعنی شورای ملاها باشه، ما رئیس جمهور انتخاب کنیم، به حکم شورای ملاها ما مسائل روز خود در افغانستان، مسائل اجتماعی خود حل کنیم، قوانین طرح و ایجاد کنیم و زندگی خود پیش ببریم. این باید این طالبان بالاخره به این مرحله باید برسن که اینمی را قبول کنن. یک سوال دیگه هم من دارم، گمانه‌زنی ها و بعض وقت میشنویم که تماسای بین پوتین و طالبان وجود داشته، یعنی بعض هم شنیده شده که روسیه هم در تقویه طالبان کوشش کرده. در این ارتباط نظر شما چیزهای واقعیت داره یا مترس یا فقط موازه؟ واضح کشورهای آسیای میانه و بخصوص روسیه که حامی کشورهای آسیای میانه است و منافع بزرگ در آسیای میانه، یعنی دفاع خط اول دفاع از روسیه در قد کشورهای آسیای میانه است، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چیز است، کشور قزاقستان است. این ترس روسیه است که کشورها در معرض نفوذ ایدئولوژی افراطی داعشی قرار نگیره. داعش خراسان میفهمیم که نام خود به خاطر مانده که در این کشورهایی که نام بردم در اینجا حکومت به اصطلاح اسلامی ایجاد کنند، خلافت اسلامی ایجاد کنند. خلافت چون طالبا هم خلافت میخواهند، برداشت از با عدمو ایدئولوژی سلفی است که در او خلافت اصل است میخواهند. اما خب برداشت پوتین است که یا دولت روسیه است که طالبا یک واقعیت از طرف این ما میفهمیم، شما میفهمین، کل دنیا میفهمه. امریکا مجبور شد که بعد از 20 سال جنگ بشینه با طالبا مصالحه کنه و یک توافق امضا کنه. بنابراین روسا هم امی ضرورت شناخت طالبا را قبول دارن و با همون قسمی که ایرانی ها با طالبا در تماس هستن، همون قسمی که هیئت های طالبا به تهران میره و میایه، حتی اصلا میگیرن، پول از پیشان میگیرن، طالبا حمایت میکنه، همونطور که سعودی از طالبا حمایت میکنه. پوتین و چین و دیگر کشورها هم میخواهند در آینده روابط داشته باشند با دولت آینده ای که طالبا، بخصوص بعد از توافق امریکا با طالبا که گفت فکر میشد این طالبا را سر قدرت خواهد آمدن بزودی. خالد صاحب گرامی، داعش که تمویل و تسلیح و حمایه میکنه، بعضا گفته میشد که داعش فقط طالب بیش نیست، صرف بیرقشان تغییر کرده از سفید به سیاه، در حقیقت اونامو طالبان هستن که امروز اسم دیگه بالاش گذاشته شده. آیا این واقعیت است؟ به این سادگی نیست خانم ملک‌زاده، به این سادگی نیست. این بیان کسایی هستن که سیاست ها را بسیار محدود می سازن به چند شعار و به چند فرمول خشک و منجمد. به این برداشت کسایی هستن که فقط یک طرف می بینن، یک جهت می بینن، چهار طرف ندیدن. داعش یک پدیده است که در این قسمت دنیا با وجود آمد که همش اگه پس بریم از زمان جهاد گروه های مجاهدین در افغانستان بر ضد قوای شوروی در افغانستان و دولت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، از اون زمان آغاز میشه. و بازمانده های اونمو گروه هستند، بخصوص کسایی که اینجا آمدن، تمام رهبرای القاعده و داعش در افغانستان بودن در زمان در جهاد مختلف اشتراک داشتن، یا وقتی از اینجا بیکار میشن میرن یا گروه های خود میسازن در کشورهای عربی و فکر میکنن که همون پیروزی که در افغانستان به دست آوردن بر ضد یک ابرقدرت میتونن، چرا نمیتونن در کشورهای خود عملی کنن، در سوریه، در عراق، در لیبیا، در تونس و دیگر کشورها، حتی مصر و اینجا عملی کنن. این یک واقعیت وجود داره که این داعشی ها اونمو سلفی هستند که دولت عربستان سعودی خودشم از لحاظ ایدئولوژی به سلفیگری معتقد است. اما این یک تفاوت وجود داره. اگر گروه های اسلامگرایی که به خلافت اسلامی معتقد هستند و باز بعدا با نظام موروثی این مانند سلطنتی هم مخالف است و این که تفاوت بین خطری که برای عربستان سعودی بر خانواده سعود موجود است ایست که این داعشی ها و این گروه های دیگه با نظام سلطنتی توافق ندارند برانداختن این نظام ها هم در برنامه اضافه کرد. و میخواد است که ما از یک طرف میبینیم که از یک طرف یا منافع سیاسی مشترک دارن، منافع مذهبی مشترک دارن، ایدئولوژیک مشترک، از طرف دیگر یا تضاد هم دارن. خب این تضاد وجود دارن. در این قسمت البته امریکایی‌ها بر امریکایی‌ها و اروپایی‌ها اصل منافع در مدت استراتژیک است و هیچ اصل دیگری را نمیشناسند. شما که بگویید دموکراسی اصل است که او همیشه معتقد بودند، این درست نیست. ما شما مثالهایش میبینیم که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه از کشورهای بسیار دیکتاتورمند حمایت کردند در مقابل نیروهای دموکراتیک. شما ببینید در غزه انتخابات شد، چیز برد، یک گروه اسلامگرا انتخابات برد و ملل متحد چیز میکرد، نظارت میکرد. اما اولین کسی که این به رسمیت نشناخت اسرائیل بود، امریکا بود و اروپا و تا امروز بر ضد جنگ میکنه. ما دیدیم در مصر گروه اخوانی ها انتخابات فیر به اصلاح بردن، ریاست جمهوری گرفتن، اما این کشورها با او مخالفت کردن. در همچنان در افغانستان انتخابات اشرف غنی میبره، اما امریکا بالای اشرف غنی فشار میاره که تو 50% حکومت تبدیل به عبدالله. این نشان میده که برای امریکا فقط و اروپا و دیگر کشورها منافع در از مدت استراتژیک مهم است که میتونه منافع را تامین کنه، نه اصول مانند دموکراسی. ویا و می خاطر همچنان در مقابل داعش برخورد از یایی. اگر داعش بتونه حکومت سوریه را از الاسد شکست بده، بر امریکا امی پیروزی آنی مهمتر عزیز است که در آینده چی داعش با سوریه میکنه. ما در لیبیا دیدیم که رفتن بمباران کردن حکومت قذافی را گرفتن، اعدام کردن، در سر امریکا چکچک کرد و خانم هیلاری کلینتون با چی شوقی از کشته شدن از او خبر میتر بگم وی موفتن هی واز کرد. ولی شما امروز ببینیم چی به سر لیبی آمده. این کشور پارچه پارچه شده، دولت مرکزی وجود نداره، دولت های محلی وجود دارن، ملوک توافی جا شده و هر روز در اونجا جنگ. این برای امریکایی هیچ مهم نیست و در روی خودم نمیارن، در آینده هم سرش فکر نمیکنن. از این خاطر امریکا از صدام حسین حمایت میکرد، بعدا بر مقابلش خیست. خب یعنی این منافع اینه که طاعش امریکا ایجاد کرده و او حمایت میکنه. شما در یک مقطع زمانی ایجاد داعش امریکا موافق بود، حتی هیلاری کلینتون منتظر ایجاد از بود که چه وقت اعلان میشه، اما بعدا دیدیم که وقتی منافعش به خطر انداخت در شرق میانه، او قوای امریکایی به بمباران منازع داعش اقدام کرد و یک اتحاد عربی به شمول سعودی، امارات و اردن ایجاد کرد که در این بمباران امروز همکاری کنند و حتی با قاسم سلیمانی و گروه های دیگه نظامی شبه نظامی ایرانی در عراق اغماس کرد. برای 2-4 سال در هماهنگ با او عمل میکرد. منافعش خطاب تمام شد. اولین کسی را کشت قاسم سلیمانی. خب جواب داشت. ما با اجازه شما اگر صحبت های شما تمام شده باشه، پیش از اینکه بریم به شنیدن یک آهنگ که شما هم یک گلو تازه کنین، یک سوال دیگه هم دارم که موقف چین به اینجا چطور است؟ آیا چین برای حفظ سرحدات خودش و خصوص از ساحه مسلمان های یوغور که ایراد داره از نفوذ مسلمان های افراطی در داخل چین، اونا چی برنامه و پلان دارن در قبال داعش و یا در قبال طالبان؟ آیا با وجود آمدن حکومت افراطی طالب در افغانستان یا حداقل که در حکومت هم شامل شود، ترس برای چینایی ها در همسرحدی افغانستان در شمال ایجاد نمیکنن؟ اونا کدام برنامه دیگری در ارتباط خواهد داشتن؟ این شما چه قسم ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم موقف چین عین موقفی است که روسیه دارد در این قسمت. در اینجا دولت در افغانستان روی کار میشه که در او طالبا هم شریک میباشند و این دولت چیز با گروه افراطی ارتباط نمی داشته باشه، یعنی کوشش برای صدور انقلاب اسلامی نمی کنه، با او هیچ مشکلی ندارن. برای چین افغانستان چین و حکومت روی کار است. اگه حکومت دموکراسی یا سوسیالیستی یا اسلامی برایش یک مطرح وجود نیست، ایست که اینجا دولت باشه که مستقر باشه که او بتونه با او تجارت کنه. دولت چین حالا به عنوان یک دولت تاجر پیش است. برای مهمترین چیز سیاست بلت اند رود چین که به تمام دنیا امتداد یافته ایست که رسما از طرف حزب کمونیست چین اعلان شده که ما کمک‌های اقتصادی ما، روابط اقتصادی ما هیچ ارتباطی به مسائل داخلی کشورها نداره. ما نمیخوایم شرایط فنزیر قبلا بالای کشورها بگذاریم، برخلاف کشورهای غربی که مثلا کشورهای اروپایی و آمریکایی از موجودیت یک لیبرال دموکراسی در کشورهایی که پول میتن کمک میکنن حمایت میکنن، میگن که شما باید این زمانی که پول ما را میگیرین باید یک لیبرال دموکراسی را و اقتصاد سرمایه‌داری را در اینجا شما چیز کنین، حمایت کنین، انکشاف بدین. در قانون اساسی افغانستان این نوشته کرده. ما برای چین میگن نخیر، ما هیچ پیشفرض پیش شرط ندارم، ما فقط با ما از بحث تاجر. شما قبلا در صحبتاتون با آقای بارگزوی به اشاره کردیم که برای تاجر مهم نیست که برای کی میفروشه. برای این هم همین موضوع است که با کجا امتیاش میره، از کجا میتونه سرمایه‌گذاری بشه در چین، با چگونه این بازارها باید انکشاف کنه. چون توقع چین ایست که و واقعیت جهانی هم ایست که به زودی یا به ابرقدرت در جوال دنیا مبدل میشن و یا ضرورت دارن با کل دنیا تجارت کنن. از این خاطر اگر خطر از لحاظ صدور انقلاب اسلامی افراطی در مؤثر نباشه و دلیل نمیبینن که مخالفت کنن با دولت طالب. بله، این موضوع رو ما به خاطر گفتم که چند وقت پیشتر همین موضوع متاسفانه اما تو ماند و در رسانه ها در این ارتباط صحبت نشده و گفتم شده که به خاطر حساسیت موضوع از دادن هر نوع معلومات اینو جلوگیری کنن. همین 7 یا 6 نفر از اتباع چینایی که در افغانستان دستگیر شدن و بر از آنها اتهام جاسوسی زده شد و گفته شده که در ساخت بمای مغناطیسی و یا آنها فعال بودن. مسئلهش مطلق همونطور خوابیده ماند و هیچ کس در این ارتباط معلومات پیدا نکرد و من ذهنم همیشه به این مصیف است که به چی حساب دولت افغانستان این روش سرپوش گذاشت و اونا در این چی اینترس یا دلچسپی دارند در این وقت. خانم ملیزاده، در افغانستان یک تنها طالبا بحیث نیروی نظامی مخالف موجود نیست. در اینجا 20 گروه مختلف فعال هستند. شما پیشتر گفتین که داعش طالبا برق صفحهشان سیاه شده، این با او رقم نیست. شما پیش از وفات خود جنرال حمید گل یک مصاحبه داشت با یک تلویزیون. در اون زمان هنوز داعش در افغانستان قد بالا نکرده بود. او در این مصاحبه خود میگه که برای وقت در عراق و سوریه داعش دولت بسیار مقتدر ایجاد کرده بود و همی خلافت خراسان اعلام کرده بود که در کشورهای افغانستان، پاکستان و سوریه میانه و هندوستان باید خلافت خراسان داعش ایجاد شود. بله. جنرال حمید گل به پاکستان، به دولت پاکستان و قائدین پاکستان مشوره میداد که شما برای جلوگیری از داعش از طالبای افغانستان استفاده کنید. نیروی طالبای افغانستان را تجهیز کنین بر ضد داعش. او برداشتش این بود که داعش از غرب به افغانستان میره، از غرب میره به پاکستان. یعنی از طریق افغانستان و ایران. بله. و به این خاطر حمایت از طالبا بر ضد داعش. و همین سیاست روسیه اجرا میکنه، پوتین اجرا در مقابل داعش، دفاع از طالبا بر ضد داعش. همین سیاست اجرا میکنه، از طالبا بر ضد داعش استفاده کردن و امکان داره سیاست خود چین هم تعقیب میکنه. استفاده از طالبان، حمایت از طالبان بر ضد داعش است. ایست که گروه های از طالبان رفتن داعشی شدن، همچنان که گروه های شاخه های گلبدین حکمتیار حزب اسلامی رفت طالب شد. از محمدی گروه سیاسی طالبان ایجاد شدن، از یونس خالص طالبان ایجاد شد، همچنان از گلبدین نظام رفت طالبان یکجا شدن. شما فکر می‌کنید طالبان که آمدن و قندهار تا کابل ایا جنگ کردن؟ نه، از قندهار تا کابل ایا جنگ نکردن. هر جایی رفتن اینمی گروه هایی که مربوط به گلبدین حکمتیار بود و غیره بود، یا داوطلبانه یا از طریق تطمیع پولی به یا پیوستن. بله. و به می خاطر یا دفتن تانستن کل افغانستان الخال کنن، یا خب جنگ کردن. و جز از مزار شریف در کجا یا جنگ کردن و قندوز در هیچ جای جنگ نکردن، همه جا یا گرفتن به خاطر که اینمی گروه ها بودن که پیوستن. به می حساب فعلا وقتی که داعش ریکروت میکنه پول میته، برای هر نفر مثلا $500 ماهی میته یا $100 $200 فامیلش میته. مردمی هستن بیکار، مردمی هستن که از لحاظ نیازمندی های اقتصادی مجبور هستن، میرن برای یک جا میشن. برای او چه فرق میکنه برای داعش جنگ کنه یا برای طالب جنگ کنه یا برای گلبدین حکمتیار جنگ کنه؟ محترم خانم ملک‌زاده، اگر سوالایی در فیسبوک من میخواستم بگم اجازه شما یک آهنگ کوتاه میشنیم که من موقع زیر پیدا بکنم که به شرطه که آهنگ شما کوتاه باشه انشالله. با سلام مجدد و دوستای عزیز که بیننده برنامه ماستین، شما برنامه تحلیل رویدادهای هفته را میبینیم. میمان گرانقدر ما جناب دکتر صاحب خالدی هستند، من مرغلره ملک هستم. جناب خالدی صاحب، یک سوال را که من در اینجا دیده میتونم، اگرچه 100% با موضوعات را که ما شما صحبت کردیم ارتباط نداره، ولی من متأکد هستم که عزیزای ما مثل ما تشنه هستند، چون شما را امروز در اختیار داریم. هر سوالی که در ذهن ما خطور میکنه میخوایم ازتان بپرسیم و از معلوماتتان استفاده کنیم. مرا هم ببخشید که زیاد سوال کردم، چون نمیان موقعش بود و میخواستم که از دانش شما استفاده کنم. اینا گفتم که بعد از پایان جنگ میتونیم که سرزمینای از دست رفته خود به صورت قانونی دوباره بگیریم، یعنی زمانی که صلح در افغانستان برقرار شود. آیا افغانستان قادر خواهد بود که سرزمینای از دست رفته شکل معقین دارم مقصدشان از خط دیورند و بخشایی است که امروز متعلق با پاکستان است، میتونیم این کارو بکنیم؟ و یک سوال دیگه مال دیده میشن. تشکر خانم ملک‌زاده، واقعا آهنگ زیبایی را انتخاب کرده بودن. من خودم از علاقمندا آقای اختر شوکت هستم، ما براتون انتخاب کرده بودم آگاهانه. ما واقعا به سوالایی میشنم حتی براتون بگیم که از 25 سال به این طرف ما تعقیبشان کردیم. بر صورت سوال را که مطرح شد این محترم که سوال کردن، این موضوع به خود مردم پشتونای مربوط است که در اون طرف خط دیورند زندگی میکنن. تا پیش که به ما مربوط باشه این به مردم، چون حق فدرادیت یا حق مردم هست که وا چی میخواید. از لحاظ قانونی، از لحاظ حقوقی، موضوع خط دیورند موضوعی است که افغانستان در هر زمان میتونه ادعا کنه که این سرزمین ها مربوط افغانستان بوده. و چون معاهده کابل در سال 1921 که زمان امان الله خان امضا شد و با خط دیورند پدرکلان خود به اصطلاح چیز کرد، تایید کرد و 3 سال اعتماد داشتن، 3 سال اعتماد. و بعد یعنی در سال 1925 این به پایان رسید و در او گفته میشه که هر یک از کشورها، هر یکی از جانبین، دولت هند برطانوی بود و دولت افغانستان بود، میتونن با یک نوتیس 1 ساله این را فسخ کنن. به می خاطر بود که در پارلمان انگلستان در اون زمان در 1950 وزیر امور سرحدات دولت هند برطانوی این موضوع را مطرح کرد، گفت آل وقت عمر از این معاهده به پایان رسیده و دیده شود که دولت افغانستان در این قسمت چی موقف اتخاذ میکنه و حتی دولت هند، دولت برطانیه یک مشوره حقوقی تقاضا کرد از وزارت عدلیه خود که اگر افغانستان ایره بخواهر لغو کنه ما در چه موقف قرار داد. بله. او مشوره نشان داد که دولت افغانستان میتونه ایره لغو کنه و چیزی که ما چرا گفتم مردم مهم است، ما برای که چیزی که در کریمیا واقع شد. بله. این موضوع است. اوکراین. بله. دولت روسیه رفت از مردم کیویا تقاضا کرد که شما چی میخواین؟ ما گفتن ما میخوایم پس با روسیه یک جاشه. بعد از این رای رفراندوم دولت روسیه این را مدغم ساخت به روسیه کریمیا را. این موضوع هیچ فرق نداره. موضوع مناطق غرب شرق خط جیولند. اگر دولت افغانستان قادر باشه که لازم نظامی ایره متقم کنه بره بگیره این مناطقه و از مردم بخواهد شما چی میخواهید و ما بگن ما با افغانستان میخواهیم، این موضوع لازم حقوق بین دوان هر است. اما این موضوعی نیست که فعلا موضوع درجه اول بر مردم پشتون ساکن در وزیرستان باشه یا در ساکن در صوبه سرحد باشه، در پشتونخوا باشه، اینجا باشه. افغانستان خودش به بسیار مشکلات عظیم دچار است. افغانستان خودش آره در یک ترن نشسته که شاید طرف عقب بره. ما چی توقع داشته باشیم از توقعات به اصطلاح احساسات نشنالیستی ما باید مهار شود. ما باید اقدر دانش قابلیتش داشته باشیم که ما در موقف داریم که پشتونای اون طرف خط ایران بگویم که بیاین همراه ما بشین، ما چی عرضه میکنیم به او، چی فسیلیتی ها، چی امکانات بهتر تعلیم تربیت، چی امکانات بهتر تکنولوژی، چی امکانات بهتر زندگی را ما میتونیم برای ما فراهم کنیم. در مناطق کنر، خوگیانی و یا تقبل برق وجود نداره، مردم هنوز برکن نانش آخر میخورن. و او همین گپ عمران خان یک دو سال پیش گفت، من تقبل برق ندیدن بازی ها ما چطور به مردم پاکستان ها میخواین به اصطلاح مردم پشتونای اون طرف سرحد با ما عیش شد. و امروز بسیار پیشرفته هستند. ما شما بشنوید سخنهای آقای پشتینه دیگره و در یک کلمه خود نمیگن که ما میخوایم یک جشن دولت چیز ایجاد کنیم، برای اینکه او میفهمن که شرایط منطقه چیست، شرایط جهانی چیست، آیا این به نفع ما هست نیست، چی امتیاز برای ما میده. این مسائل باید اهمیت داره در اونجا. بسیار دقیق، لطف میکنین، تشکر. یک سوال دیگه هم اگر شما وقت داشته باشین که ما بخونم، در غیر از میتونیم یک جمع بندی نشته شده که آیا طرح حکومت موقت شامل ببخشید موضوعات پنهانی چوچه نشته شده زلمه شریر؟ بله، عزیز واقف نشته کرده که زلمه شریر شریزاد با طالبان در منافقت شما خواندین، ببخشید که من خوانده نمی‌دونم. بله، دولت موقت در افغانستان ما بتون اطمینان میتونم که هیچ امکان نداره، هیچ عملی وجود نداره. باید یک کودتا صورت بگیره در کابل که وا بتونن حکومت موقت ایجاد، چون در قانون اساسی افغانستان هیچ ماده برای ایجاد یک حکومت موقت موجود نیست. بله. راهش است که کودتا کنن و اشرف غنی را پس کنن. آیا قادر است این کار بکنه امروز؟ آیا قابلیتش دارن؟ آیا قدرتش دارن؟ من فکر نمی‌کنم داشته باشیم. قابلیتش قدرتش دارن. خلیلزاد تمام هدفش تضعیف دولت افغانستان و مشروعیت زدایی از دولت افغانستان است. تا بتانه اجندای خود تطبیق کنه، یعنی دولت را که در کابل می سازه در اختیار از او باشه، در اختیار استراتژی از او، با استفاده از از این دولت به اهداف خود برسه. این عملی نیست و هم فعلا دولت تازه در امریکا دو روز بعد سر کار می باشه که شاید خلیزات در اون نقش نداشته باشه. با این خاطر ما فکر میکنم که این ما سخنهای سفیر امریکا و نماینده امریکا در کابل تایید میکنم، برای اینکه او میفهمه که دولت آینده، دولت جو بایدن با ایجاد حکومت موقت در افغانستان موافق نیست. هیچ دلیل نداره موافق باشه، چون نمیتونه منافع امریکا رو تامین کنه در منطقه. بسیار یه سر جو بایدن صحبت کردیم. یک جمله آخری، زمانی که جو بایدن به حیث معاون اوباما به افغانستان سفر کرد و دوباره برگشت، در کنفرانس مطبوعاتی گفت که ساختن افغانستان واحد فراتر از ظرفیت امریکاست. آیا چی فکر میکنین جو بایدن فعلا هم زمانی که آل به حیث قسمت رئیس جمهور امریکاست، فکر میکنین که پلانهای بعدیش زیر تاثیر و زیر سایه امی برداشتش از افغانستان خواد بود یا تغییر در طرز دیدش به این مسئله آمده؟ چی کسی از جو بایدن و امریکا تقاضا کرده که افغانستان دولت بسازه؟ خودشان بر خود این حق دادن، خودشان بر خود این امتیاز دادن. ما هیچ جای ما ندیدیم که مردم افغانستان خواسته باشن از امریکا خواسته باشن تو بیا نظام ما را بساز. افغانستان یک دولتی دروزه نیست، دولتی است که از به صورت متواتر از 1947 تا امروز وجود داشته. ما مشکلات خود داشتیم و این مشکلات خود بالاخره حل کردیم، به نحو زنو حل کردیم. ما مافیا ایجاد شده، حکومت های مختلف در جای واقع بالاخره باز هم یک جا شدیم، بالاخره راه خود پیدا کردیم. درست افغانستان یک موزاییک اقوام است. بله. در این موزاییک اقوام ما در ظرف 300 سال با هم کنار هم زندگی کردیم. بله بله. وجود بعد از 1992 که دولت افغانستان ساقط شد و او ربانی مسعود با کودتای کردن این دولت گرفتن و اجندای قومیگری را در افغانستان روی کار آوردن به کمک یک تعداد اعضای متاسفانه بگویم از حزب دموکراتیک خلق که به او پیوسته بودن، از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ قومیگری با اساس منافع قومی با او یک جای شدن. بله بله. موضوع قومی در افغانستان دامن زدن. ما هرگز در افغانستان یک تنازع، یک جنگ قومی نداشتیم، خوشبختانه نداشتیم. ما همیش پلوی هم زندگی کردیم، بالاخره مشکلات را خود حل کردیم. اگر مشکلی وجود داشت بالاخره حل شده. ما در این لوی جرگه بیترین یک نعمت است، بیترین یک سازمان دموکراتیک است که برای خدمت مردم افغانستان بوده. در بسیاری وقتها به نفع مردم، اگرچه به نفع چیزای طبقات حاکم بوده، ولی بالاخره به نفع منافع ملی افغانستان عمل کرده که در او یکی اتحاد اقوام و زبانهای مختلف افغانستان است. ما این سخنهای جوی بایدن متکی به مشوره هایی است که از یک گروه باز داده میشه، یک تعدادی که در افغانستان چه میگن سر پشقل بالا شدن، چیز دیدن، کشمیر خوادیدن. بله. خیال کردن که انحال دولت افغانستان گرفتن، بخصوص بعد از که در 2001 دولت امریکا قدرت به این مردم سپرد، یا خیال کردن که قدرت افغانستان از یاست، یا حتی واقعیت دموگرافیکی مردم افغانستان فراموش کردن. خیال کردن که یا اکثریت هستند که حالا قدرت به یا داده شده، خیال کردن که یا همه چیز میتونن انجام بدن. با اولین انتخابات واقعیت در سر از یا بسیار ضربه محکم خورد. شما در اون انتخابات اولی که در افغانستان زیر نظر ملل متحد صورت گرفت، در او شما ببینین یک محک خوب امو است. قانونی کاندید بود، دوستم کاندید بود، کرزی کاندید بود و محقق کاندید بود. شما رو فکر کنیم که اگر فرض کنیم که یا نماینده‌های 3-4 قوم ما هستند، شما ببینین که نتیجه اون انتخابات چی بود. امو نتیجه انتخابات 2004 بود، مشکل 2004 بود یا 5 بود، یک تصویر خوب از ترکیب قومی افغانستان برای کسایی که باور ندارند به عیسایی‌ها در افغانستان میده و اون نشان داد و تا به امروز ادامه پیدا کرد. شما ببینید که تا به امروز هم مردم در پای صندوق قایره که رفتن از لحاظ امو چیز قومی خود رای دادن، هزاره به هزاره رای داد، تاجیک به تاجیک، پشتون ازبک به ازبک، و این نتیجهش این شد که ما میبینیم تا امروز کسی نتانست یا کرزای از قدرت پس کنه یا اشرفغنی است. بلکه که واقعیت دموگرافیکی نفوس افغانستان امیست، یک کشور امیست، یک کشور عقب مانده است که در او مردم وقتی پای صندوق رای میرن از چیز استفاده میکنن، از امو تمایلات ای که اینی برای جوی بادن موضوع شما سکن از سال 2001 به این طرف چقدر این موضوع تجزیه افغانستان روی کار آمد. چندین چیز شد، آرای عامه را سنجش کردن از طریق تلویزیون طلوع، روزنامه‌هایی که از طرف ایران تمویل شده، مخصوصا روزنامه‌هایی که از طرف ایران، رادیوهایی که از طرف ایران و در اون کوشش کردن که امی موضوع ملیگرایی در افغانستان ضعیف بسازن، تضعیف کنن، از موجودیت ملت در افغانستان نحیه کنن، از موجودیت ملت افغانستان انکار کنن و بالای مسائل زبانی و قومی فشار تاکید کنن. اینمی افکار بود و جنگ افغانستان، جنگ طالبان را جنگ قومی بیان کنن. این تصادف نیست که پاکستان در ظرف 20 سال گذشته به امریکا بالاخره موفق شد. پاکستان به امریکا و غرب به خصوص انگلستان تفهیم کرد که شما چرا در افغانستان خود مصروف کردین. این جنگ بین پشتون و تاجیک و پشتون از یک طرف، تاجیک و دیگه غیر پشتون از دیگه طرف هست و بین خبانی که خودشون حل کنن موضوع شما چرا هستین اینجا، شما چرا خود داخل کردین. اونمو سیاست بود. ما این از زبان خود جنرالای امریکایی شنیدیم، از یک جنرال انگلیسی شنیدیم در افغانستان جنگ میکرد که پاکستان همین چیز برای ما تفهیم میکرد و بالاخره ما متوجه شدیم که این جنگ قومی است، ما چرا باید اینجا باشیم. حتی مسئله رسید که یک جنرال آلمانی در یک مصاحبه خود میگه که ما در شمال در افغانستان یگان میانجیگری میکردیم بین طالبا در جنگ و گروه های دولتی. طرز تفدید بود که رفته بود برای جوی بادن. در وقت تفهیم میشد، گفته میشد. شما فکر میگه عبدالله وقتی میره چی میگه برای جوی بادن؟ خواهی میگه پاره میزنه، یا اشخاص مانند عبدالله میرن به جز امی که این مملکت تقسیم شده بین شمال و جنوب غیر دیگه چی میگن؟ چون یا چیزی ملی ندارن، اجنده ملی ندارن، میدانن که در صندوق آرا یا نمیبرن انتخابات. متاسفانه قانون اساسی افغانستان که خود این مردم طرح کردن از پیش خودشان آله خود متوجه هستن که اشتباه بزرگ خود دارن. وقتی شما یک نظام صدارتی را در اینجا چین میکنین، ایجاد میکنین و تمام قدرت میتین به رئیس جمهور، بنابراین این تمام قدرت میتین و رئیس جمهور تمام قدرت رو داره، به اختیار خود میتونه هر کسی که خواسته باشه مقرر نکنه. شما خود دادین این سیاست افغانستان به ترکیب قومی افغانستان دادین. تمام. ولی بعدا متوجه شدن که اشتباه بوده. چرا فشار میارن که ما باید سیستم ریاستی را به صدارتی تبدیل کنیم؟ برای که در سیستم صدارتی یا امکان از این وجود داره که قدرت های محلی بتوانن نفوذ کنن و در پارلمان افغانستان احزاب سیاسی که تمایلات قومی دارن، تمایلات سمتی دارن، زبانی دارن، به اون نفوذ داشته باشن، بتوانن صدای خود بلند کنن. یعنی یک توازن ایجاد شود بین ما. به طور مثال لبنان، ما هر چیز تقسیم است، چند نفر باید کریستین بره، چند نفر باید مسلمان بره، از مسلمان چند نفر مسلمان شیعه باشه، چند نفر مسلمان سنی باشه در هر تصمیم گیری. امی موضوع است که برای جوی بایدن تفهیم شده که او موقف گرفته بود. من مطمئن هستم تا به امروز اون نظریات از او فرق کرده و خودشان مختتر شده، سیاستمدارای بیشتر اوضاع افغانستان از نزدیکتر دیدن و برای واقعیت زندگی افغانستان قابل تقسیم نیست، در ظرف 300 سال نشده، از این بعدم نمیشه، برای که منافع اقوام در دوستی با هم دیگر است، در همکاری با هم دیگر است، نه در مخالفت. با وجود تمام این تبلیغات سوی زبانی فرهنگی تبلیغاتی، مردم این را تحکیم نکرده. بجز اگه میبینیم تمام مطبوعات یورش فرهنگی که از طرف ایران آمده این را دامن میزنه، ولی مردم این خوشبختانه این را تحکیم نکردن. مردم در رفتار روزانه خود، در زندگی روزانه خود، اونمو برادری قبلی را ادامه میدن، اونمو تفاهم و دوستی قبلی زبانی و قومی را ادامه میدن.